به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. میخوام بپردازم به این آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی در زاهدان و این مرتب میاد و در واقع چرندیاتی از سر و مغزش میریزه. جالب اینه که صدای آمریکا خیلی ایشون رو حمایت میکنه. الان فرض من برای اینه که عربستان سعودی دیگه دست برداشته از حمایت از این مزدور و میخوام بگم این در واقع اومده که بین سنی و شیعه تفرقه بندازه، یعنی هدفش اینه، این برنامه‌شه. و حالا نظامم در واقع میخوام بگم نمیدونه باهاش چیکار بکنه. یه تعدادی سنی هستن که دنبال روش هستن، ولی این داره از اون جایگاهی که داره سوء استفاده میکنه. خیلی از حمایت میشه از طرف صدای آمریکا. میخوام یه مقاله ای رو اینجا براتون از صدای آمریکا بخونم کوتاه، بعد میخوام برم سراغ یه کلیپ ببینیم که این مزدور در واقع چی میگه و چرا اینا اینقدر دربارش حرف میزنن. خب، مولوی عبدالحمید در نماز عید فطر اعتراض حق مردم از حکومت به خواست مردم تن دهد. خب حالا میگه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه یک اردیبهشت در نماز عید فطر این شهر گفت که اعتراضات حق مردم است و باید به خواستهای مردم تن داد. در یک فایل صوتی که کانال تلگرامی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، چه اسم دور و درازی هم داره، معروف به مولوی عبدالحمید منتشر کرده، به نقل از او آمده است که خواست مردم آزادی زندانیان سیاسی است و در نهایت باید به خواسته اکثریت قاطع ملت ایران توجه شود. خب من اینو میبندم دیگه، بیشتر از این نمیخوام اینجا بخونم، چون صدای آمریکا هم خیلی دروغ گفته تو این مقاله. اومده گفته که 300 نفر کشته شدن، نمیدونم 1000 نفر زخمی شدن. من نمیدونم این اطلاعات و اینا از کجاشون در میارن، واقعا آدم حیران میمونه که اینا کیان، چیان، اینا چه جونورایی هن. اینجاها در این مقاله بعدش میاده، نمیخوام بگم اصلا قابله، بهتره که بهش نپردازیم که اذیت نشیم. حالا میخوام برم یه شمه ای از این داستان زندانیان و زندانیان سیاسی و زندانی بهتون نشون بدم و اینکه در ایران چه میگذره از نظر زندانی و در آمریکا چی میگذره. من میخوام بگم که اگه این آمریکایی‌ها و صدای آمریکا خیلی دلشون به حال زندانیان ایران میسوزه، برن یه کاری برای زندانیان خودشون بکنن. اینجا یه شمهشو اینجا میبینین که واقعا من امروز اینو در صدا و سیما دیدم، واقعا دلم به درد اومدش. و یه کیسی هستش که خودم شخصا میشناسم، یک پزشک ایرانی که الان 11-12 سال تو زندانه اینجا و بی مورد و بی خودی گرفتنش و نمیخوام وارد جزئیاتش بشم در این برنامه، ولی در هر صورت میخوام بگم که اینجا اگر حرف از آزادی و این چیزا میزنن، اینا همه پشمه، اینا همه چرند، از سر و مغزشون میریزه. اینا حقوق بشر نیست، حقوق حشره. خب بریم این کلیپ رو ببینیم از صدا و سیما، ببینیم که اینا در واقع خودشون چیکار میکنن تو زنداناشون. و من توصیه میکنم به صدای آمریکا بره اول یه فکری به حال آمریکایی‌های بدبخت بکنه که تو زندان‌های آمریکایی دارن میپوسن. و زندان‌های آمریکایی برخشون خریده شده از بخش خصوصی هستن و این زندان و این صاحبان زندان‌های خصوصی تا جایی که جون داشته باشن این زندانی ها از اینا کار میکشن برای روزی یه دلار. اینو من نمیگم، کریس هجس یک آمریکایی با شرف که اینجا در واقع استاد دانشگاه است و خبرنگار نیویورک تایمز بوده و کارش اینه که میره تو زندان ها و در واقع تدریس میکنه و گوش میکنه، یعنی گزارش تهیه میکنه و گزارش های زیادی از زندان های آمریکا داده که من واقعا کلم سود کشید وقتی فهمیدم که بخش مهمی از کالاهایی که مثلا تو والمارت یا یه برندهای آمریکایی در واقع اینجا خیلی ویکتوریا سیکرت که لباسهای زیر زنانه اینها تولید میکنن، اینا همش در زندان های آمریکایی توسط این زندانیان بدبخت بر روز یه دلار
در واقع تولید میشه واقعا حال به هم زنه. خب بریم این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، باهاتون صحبت میکنم. دادگاه آمریکا شکایت یک زندانی را که حبس 27 ساله در سلول انفرادی رو غیر عادلانه دانسته بود رد کرده. گفت دادگاه آمریکا سارق آمریکایی میگویند حبس انفرادی 27 ساله مصداق شکنجه و مغایر قانون اساسی است، اما دادگاه این موضوع را رد کرده است. بنابر آمارهای رسمی حدود 50,000 نفر از زندانیان آمریکایی در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند. فقط در تگزاس دست کم 500 زندانی بیش از 10 سال است که چنین شرایطی. متوجه شدین 50,000 زندانی در سلول‌های انفرادی هستند. این خلاف در واقع همون قوانین پاکستانی سازمان ملل، همون سازمان مللی که خودشون درست کردن، همون سازمان ملل شیطانی، همونها اینو رد کردن که زندانیان برن تو زندان انفرادی برای مدت زیادی. ممکنه برای یه روز دو روز چند روز که میخوان ازشون اعتراف بگیرن، خب ولی توجه کنیم این بقیه چی میگه، بقیهش چی گفته میشه. تیرا تحمل میکنند. این شخصیت محبوب سینماییش بود، لوک خوشدست، یک دزد پرسابقه که پل نیومن بازیش میکرد، دزدی که در فرار از زندان مهارت داشت. یادتون نمیدونم هستش این فیلم یا نه، این فیلمو من دیدم، لوک خوشدست که از زندان چند بار فرار کرد. حالا این داستان واقعی زندگی این زندانی بود، این بدبخت بیچاره که الان تو زندانهای آمریکا داره میپوسه. چند سال بعد نامش با همین ویژگی سر زبان آمریکایی ها افتاد، دنیس وین هوب، دزدی پرسابقه که در فرار از زندان مهارت دارد. درباره فرارهایش حتی مستند ساختند. اما بعد از چهارمین فرار وقتی دستگیر شد 80 سال انفرادی برایش بریدند و تا اینجا 27 سال است در زندان انفرادی تگزاس مانده. در 27 سال در زندان انفرادی، توجه کنین، سلولی به طول 3 قدم. 3 قدم شاید مثلا 1.5 متر باشه، بیشتر نیستش. قدم مگه نیم متر بیشتره؟ حالا اگر کدام قدمش خیلی بزرگ باشه ممکنه 70 سان باشه یا همچین چیزی، ولی در واقع یه چیزی بیشتر از 3 متر نیستش. یعنی بخوایم خیلی بگیم که بزرگه 3 متر. 7 سال سلول انفرادی کاملا غیر انسانی است. سلول انفرادی باید آخرین راه حل باشد برای کوتاه‌ترین شرایط و با کمترین شرایط محدود کننده. این واکنش اخیر یکی از اعضای سنای آمریکاست به شکایت ناکامانده دنیس هوب در دادگاه. خب ببینین، خود اعضای سنا دارن میگن این غیر قانونیه. وکیل هوب چند سال پیش شکایت برد به دیوان عالی آمریکا که 27 سال و هر روز 23 ساعت حبس در اتاقی به اندازه یک تخت تک نفره مصداق مجازات بیش از حد است. ببینین، این از در واقع روزنامه‌های خودشونه، صدا و سیما خودش در نمیاره. این مثل صدای آمریکا نیست که از خودشون اخبار چاپ میکنن در میارن، یه جاشون اخبار در میارن. خلاف قانون اساسی است. شکایتش ولی رد شد. درخواست تجدید نظر کرد، آن هم هفته پیش رد شد. خب هم خلاف اون قوانین سازمان ملل، هم خلاف قوانین سناس، ولی درخواستش رد شده. 27 سال تو زندان انفرادی، یه تخت تک نفریه که 3 متر فوقش 3 متر اون سلول. توجه کنین، ببینین که چه ظلم و ستمی به زندانیا در آمریکا میشه. آقای مولوی عبدالحمید در واقع اربابانت بهت اینطوری گفتن. قاضی گفت حبس انفرادی طولانی مدت به خودی خود ظالمانه و غیر عادی نیست. اگه به شما اجازه بدن که از انفرادی خارج بشید بدون اینکه خودتون رو اصلاح کنید، به حمله و استفاده از سلاح و خشونت با دیگران ادامه میدین؟ این کندی هیل است، 24 ساله و مادر 2 فرزند بود که به اتهام قتل به زندان افتاد از نوع انفرادیش. مثل آسانسوری بود که 24 ساعته در اون گیر کردی و نمیدونی کی باز میشه. 3 سال در این وضع بودم. تنها راه فرار تلاش برای خودکشی بود. بعد 3 سال البته ثابت شد بیگناه بوده. خب یخی کیو میخواییم بگیریم وقتی که بیگناهه؟ این جریان عدالت هست در آمریکا. اولین بار که یک حمله عصبی را تجربه کردم در خواب بودم و یک دفعه حس کردم تخت بالای سرم است و فقط چند اینچ با من فاصله دارد. حتی نمی توانستم حرکت کنم. حد نصاب بالاترین حبس انفرادی در آمریکا را هنوز او دارد. 44 سال. 44 سال حبس انفرادی، توجه کردین؟
اینو به اون براندازه بیشور میگم که اینجا میان برای ما زن زندگی آزادی را میندازن. خاک کلم بر سرتون اگه میدونستین که پشت اون چه جریان مخفی هست دیگه اون وقت اینقدر چرن نمیگفتین. اینقدر این زن زندگی آزادی همش عملیات از کمر به پایینه، پایین تنهیه، اصلا بویی از آزادی نبوده. آزادی جنسی از هر نوعش بله هستش. جان استنفورد استاد حقوق دانشگاه فلوریدا حرفهای آلبرت و کندی را تایید می‌کند. او سال 2020 در پژوهشی نوشت استفاده طولانی از مجازات حبس انفرادی به شیوع آسیب شدید روانی در زندان‌ها می‌انجامد، از جمله جنون، خودزنی و خودکشی. تخمین‌ها حاکی از حدود 60,000 زندانی در آمریکا در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند. 60,000 در سلول انفرادی، توجه کنین، براندازای بیشعور میاین از حقوق بشر در ایران حرف میزنین، خاک کلم بر سرتون. نگاه بکنین ببینین همینجا تو آمریکا حقوق بشر چیه، نگاه بکنین. من براتون امیدوارم که گذرتون به این زندانای آمریکا بیفته تا قدر عافیت رو بفهمین. البته تصور می شود عدد واقعی بیش از اینها باشد. بسیاری از آنها سالهاست در این شرایطند. در حالی که بر اساس قوانین سازمان ملل حبس بیش از 15 روز در سلول انفرادی ممنوعیت جهانی دارد. اینها البته همه مصائب زندانهای آمریکا نیست. سه روز پیش بود که همه زندانیهای زندان آتلانتای جورجیا به زندانی دیگر منتقل شدند. دلیلش شکایت خانواده این جوان بود. به تامسون 35 ساله آنقدر در سلولش بی‌توجهی شد که حشره‌ها زنده زنده او را خوردند. توجه کردین؟ حشره‌ها زنده زنده خوردنش. این شرایط زندان‌های آمریکاست. خاک کلم بر سر شما براندازه بکنن. اینقدر بی‌شرفین. خاک کلم بر سر شما بکنن که دنبال زن زندگی آزادی هستین. برین اگر که خیلی در واقع دنبال عدالت و آزادی هستین، بریم برای این زندانی ها یک کاری بکنین. خب میخوام برم حالا یه چیز خیلی مشکل رو بهتون اینجا در واقع براتون پخش کنم، ببینین که تو زندانای ما چه خبره. قوه قضاییه جزئیات موافقت رهبر انقلاب با عفو شماری از محکومان به مناسبت عید فطر رو اعلام کرد. به گفته یه حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، از 1760 نفری که رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازاتشون موافقت کردند 1760 خورده ای متوجه شدین عفو میشن، 104 نفر پروندهشون مختومه و آزاد میشن. با این عفو مجازات 120 نفر از افرادی هم که حکم قطعیشون اعدام بود به حبس تغییر کرده، 1356 نفر باقی مونده هم مشمول تخفیف و تبدیل مجازات شدند. این چیزی است که در ایران داره اتفاق میفته. من امیدوارم شما براندازا نصیبتون بشه برین تو زندان، ببین زندان ایران، ببینین چه خبره اونجا. اون چیزی که به شما گفتن نیستش. یه خورده اون بصیرتتون رو به کار ببرین و این چیزایی که رسانه‌های دشمن به مخ و مغز شما تزریق کردن از این بیاین بیرون و اینقدر خودزنی و خودستیزی و ایران ستیزی نکنین. در صورت مولوی عبدالحمید که از طرف صدای آمریکا حمایت میشی، فقط یادت باشه که در زندانهای آمریکا یک چهارم تمام زندانیان کل جهان اینجا هستند، در صورتی که جمعیت آمریکا فقط 5% از جمعیت کل جهان هست. از هر 3 نفر سیاه‌پوز یه نفر گذرشون به زندان میفته. از هر 7 نفر رنگین پوست مثلا مکزیکیا یه نفر گذرشون به زندانای آمریکا میفته و از هر 17 سفید پوست یک نفر. پس اول برو به اون اربابت بگو که حقوق بشر رو رعایت بکنن، بعد بیا سراغ این که آیا در زندان‌های ایران زندانی هست و آیا اینکه باید اونها آزاد بشن یا هر چیز دیگه ای که تو مخ و مغز پوک تو میگذره، اول بیا به اربابت بگو که چرا اینا حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنن. در ضمن این زندانی‌های بدبخت در زندان‌های آمریکا اکثرشون پول وثیقه ندارن یا امکان اینکه کسی براشون وثیقه بذاره ندارن، ناچارن در زندان بمونن تا روز دادگاهشون برسه. گاهی سالها طول میکشه تا روز دادگاهشون فرا برسه و چون برخی از زندان‌ها خصوصی هستن و از نیروی کار رایگان استفاده میکنن، از زندانیا کار میکشن، بردگی میکشن، بردگی در زندان. این بدبختا
این بدبختا رو تو زندان نگهشون میدارن و عمدن بهشون روز دادگاه نمیدن. اینا هم پول ندارن که بیان بیرون وکیل بگیرن و ازشون سوء استفاده مالی و در واقع به عنوان برده ازشون استفاده میکنن. پس تو عبدالحمید، آقای عبدالحمید، مولوی عبدالحمید، خجالت بکش، برو به اربابت بگو که یه کاری برای زندانیا بکنه، نه اینکه بیا از زندانیان زندان ایران و زندانیان ایران ایراد بگیر. خجالت بکش. و پیامی هم دارم برای براندازان که اینقدر سنگ آمریکا رو به سینه میزنین و آمریکا براتون بهشت برینه، برین یه خورده مطالعه بکنین ببینین که اینجا چی میگذره. فقط براتون آرزو دارم که گذرتون به زندانهای آمریکا نیفته تا اون موقع قدر عافیت رو بدونین. همین. طبق پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، 5% از جمعیت دنیا در آمریکا هستند و 1/4 کل زندانیان جهان در آمریکا به سر میبرند، در زندانهای آمریکا، و تعدادشون 2.3 میلیون همکنون. من بسیار متاثر و متاسف شدم از این خبری که درباره زندانیان آمریکا شنیدم. واقعا دل آدم به درد میاد و خوشحالم که در ایران شرایط خیلی خیلی بهتری هست. همون سازمان ملل بهتره که ماموراشونو بفرستن تو زندانای آمریکا، حالا تو زندان الغرایب، نمیدونم تو زندان گوانتانامو، تو زندانای خودشون، تو زندانای آمریکا، اینجا اصلا اونجا هم نرن ببینن چه خبره، بعد خفه خون بگیرن بشینن سر جاشون با حقوق بشری حشریشون که این حرفا رو میزنن. خب در صورت حرفایی رو که باید میگفتم اینجا گفتم و این آقای مولوی عبدالحمید این اومده فقط برای ایجاد تفرقه و مطمئن باشین این به یه جایی وصله. من که شخصا شک ندارم. و حالا چرا میذارن که این فعالیت بکنه و امام جمعه باشه؟ این الان جایی پرسشه برای من. من فکر میکنم که اون کسانی که حالا حمایتش میکنن بدونن که این خودش یک آدم بسیار زنستیز، بسیار عقب افتاده، عقب افتاده یه فکری، توی قصر زندگی میکنه، اون وقت میاد برای مردم نسخه میپیچه. خب در هر صورت عضو کانالا بشین و اون زنگوله رو فشار بدین، پسند رو همچنین به اشتراک بگذارین و نظرتون رو بنویسین. من فکر میکنم که ایران نسبت به خیلی جاهای دنیا، زندانهای ایران نسبت به خیلی از کشورها در واقع بهشته. نسبت به همین آمریکا من فکر میکنم بعضی زندان‌های ایران خیلی خوبه. همون بیشور نادان که میگفتش تو زندان انقدر چلو کباب خورده بودش که نمیدونم چاقو چله شده بود تو زندان، انقدر چلو کباب پشت داده بودن که خب اون زندان، این وضع زندان‌های ایرانه. در هر صورت با عشق بر عاشقان ایران و خدا نگهدارتون.